سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع واسهتون خیلی خوب پیش بره. الان میخوام آماده شم برم پلیس به اضافه 10، باید پاسپورتمو تمدید کنم، بعدش احتمالا برم دفتر پیشخوان دولت واسه اینکه کارت ملیم و اینا رو یکم پیگیری کنم، چون وارد سایت که شده بودم زده بود عکس و اینا نداری، باید بی عکس بگیری. من یادم عکس گرفته بودم، ولی خب حالا اشکالی نداره، قیافه من بهتر شده نسبت به زمانی که عکس گرفته بودم. ولی آره واقعا نمیفهمم دوستا چرا از هم جدا هم، باید یه جا باشم. امیدوارم که اصلا چون کار اداری واقعا سردرده، یعنی واقعا سردرد خالص کار اداری، و میدونم که هم واسه پاسپورت هم واسه کارت ملی هم اونجا ازم عکس میگیرن، بر همین یکم باید چیز شم خوشحال و نه خوشحال که هستم چه ربطی داره، شاداب باید بشم. آره و اینکه بهتون گفته بودم این داره دیگه تولید نمیشه، مثل اینکه تولید قراره بشه، حالا من کاری ندارم به این چون فعلا که در دسترس نیست و جایی نمیشه مایو پیدا کرد، ولی خیلیاتون واسم فرست دادید که چه جایگزینی میتونم داشته باشم، لیستشو دارم آماده میکنم، توی اینستاگرامم استوری میکنم کامل چیزایی که بچه ها پیشنهاد داده بودن و، ولی خودم تصمیم گرفتم فعلا برم ژیناژن بخرم که اونم الان رفتم بیرون میخرمش دیگه، برم از داروخونه بخرم. و دیروز که داشتم یکم مرتب میکردم که شامو اینو دیدم که دفتر خاطرات و اینا زمان ما این شکلی بود. خب نه شاید الانم باشه، ولی من خیلی وقت این مدلی ندیدم، یه همچین چیزایی خیلی زیاد بود. من اینکه خالیه، من کنم اصلا چند تا هم از اینا دارم که مثلا دست نخورده است و هیچ وقت چیزی توش دمشته نشده، ولی یه هم افتاد. من هر سال روز آخر مدرسه که آخر امتحانمون میدادیم یه دفتر داشتم میبردم که معلمان واسه یه چیزی بنویسن، یه نوشته داشته باشن که بعدا خب یادگاری داشته باشن از همه مثلا معلمم از کلاس اول تا دیگه آخرش و اینا. بعد چی من اولو بردم معلممون نوشت، دومو بردم، خب معلم دوممونو خیلی دوست داشتم، خانم ابویی اگه درست دارم مریم ابویی، خیلی ماه بود. هیچی آقا، اول بردم، دوم بردم، سوم بردم، چهارمم بردم، روز آخر دادم که به معلممون گفتم که مثلا بنویسید واسم یه چیزی و اینا. بعد یادم رفته بود امتحانو که دادم، چون ما میرفتیم امتحان ترم میدادیم، توصیفی نبودیم، و رفتم پایین. بعدش هم با بچه ها خدافزی میکردم و اون موقع قرار بود مدرسه هم رو عوض کنم، واسه کلاس پنجم میخواستم برم یه مدرسه دیگه چون که خونمون عوض میشد، ازم دور میشد اون مدرسه. پیو یادم افتاد که جا گذاشتم، یعنی یادم رفته برم از معلممون بگیرم این دفتر چرا چی هر چی هست. دویدم رفتم بالا به معلم گفتم که مثلا این بدید و اینا، گفتش که به یکی از بچه ها دادم واسه بیاره. باید جودم خیلی خب کدوم یکی از بچه ها که من برم ازش بگیرم، یادش نبود که کیه، و من هرچی گشتم نفهمیدم که کی بود که این دفتره رو گرفت که بیاره به دست من برسونه. هر کی بود ما دیگه همون ندیدیم. اگر الان داریم ویدیو رو میبینی لطفا بیا به دست من برسونم، واقعا دوست دارم که داشته باشم نوشته معلم کلاس اول تا چهارممو، و دیگه خورد تو ذوقم، میدونی ذوقم کور شد دیگه، مثلا کلاس پنجم ششم و اینا ندادم به معلمان بنویسن. پر از بغض توی سینه است، پر از ناگفته هایی که خیال کردی یکی دیگه، دلشت آروم نمیگیره، همه ناگفته هامونو میگه میگه میگه. این موزیکه اصلا هم یادم نمیاد چیه و داستانش چیه کلن، ولی از دیشب افتاده تو سرم، یعنی قبل از خوابم داشتم میخونم پر از ناگفته های. من با خواننده شم واقعا خیلی علاقه دارم میدونی، ولی همیشه علاقه کافی نیست، اینو میدونم که یکم استعدادم لازمه، ولی حسودای پلاستیکی الان میان بهم میگن که نخون. خیلی هم صدام خوب و مناسبه، امیدوارم گیر ندم به اینی که دارم میزنم، چون من واقعا خودم حس خیلی بهتری میگیرم، عشان احساس کنم که شاداب شدم.
واسه همین از نظر روانی نیاز دارم اینو داشته پشت چشم بزنم میفهمن. اینو میتونم بگم من صورتم کلا قرمز میشه، چون واقعا من صورت من خجالت میکشم، عصبانی میشم، اصلا هر چی میشم صورتم یهو قرمز میشه و بعضی اوقات قشنگ خودم هم حرارتش رو احساس میکنم که مثلا خون یهو خیلی جریان پیدا کرده و اینا و یکم خجالت آوره. تو مثلا فکر مثلا طرف مثلا قشنگ آدم ها میفهمن که من دارم خجالت میکشم یا مثلا عصبانیت اشکال نداره، شما من عصبانیت هم مثلا عنوان میکنم و مثلا میگم آقا مثلا عصبانیت، ولی خجالت آدم که مثلا اعلام نمیکنه مثلا من دارم الان خجالت میکشم و فکر کنی یهو مثلا اینکه برمیگرده و نگم اینو من قرمز شدم دارم چیز میشم فوران. اول صبح شنبه است، من واقعا مغزم درست کار نمیکنه. لطفا توقعاتتون رو ازم بیارید پایین الان. قول میدم بعدا حرفای قشنگ بزنم با جمله بندی های خوب، الان تواناییشو ندارم و باید به خودم مقنعم بردارم واسه عکس که میخوام بگیرم، که چون که سرچ کردم یا مقنعه باید سرت باشه یا شال بدون طرح رو کامل باید بپیچی دور سرت که واسه هیچ چیت معلوم نباشه، که خب این طرح داره که میخوام بپوشم. یا مانتو هم خریدم حالا بهتون نشون میدم، همونو میخوام بپوشم. آقا تبریک به من، تبریک به شما، تبریک به همه. پاسپورت اوکی شد ولی یه داستانی پیش اومد که حالا باید بیام تعریف کنم. الان هم میخوام برم پیش خانه دولت واسه یه کارای کارت ملی. عکسم خیلی زشت شد، عکسم خیلی سمت راست صورتم با سمت چپ صورتم متفاوته، خنده دار شده عکس، ولی اشکال نداره، مهم نیست که. You can have a little backyard or something, right? Right. No, they use that reason to go higher there, and it won't be good for them. Exactly. I mean, because the demand is going higher, of course, the price will skyrocket, but. زیبا رویان دارم میرم دانشگاه، رسیدم دانشگاه مقنعه میذارم سرم دیگه، دیدم واقعا خیلی سختمه تو رو هم بخوام مقنعه بذارم، واقعا احساس میکنم جلوی نفس کشیدنم رو میگیره، واسه من مقنعه هم تنگ، البته میتونم یکم دوختش رو یکم باز کنم که راحت تر باشم، بعد این کار رو حتما انجام بدم، ولی آره دیگه. بعد من چند روز جوگیر شدم، خب هر روز میرم پیاده روی، یعنی مثلا من دیروز 15000 قدم رو رفتم، هر روزم فکر کنم 12000 قدم، ولی 10000 قدم رو رفتم پر روزم و اینکه شکلی بودم که آره برم دانشگاه سر کلاس و کلاسم عصر تموم میشه، گفتم بعد از دانشگاه از همونجا برم یه پارکی که نزدیک دانشگاه است رو پیدا کنم برم پیاده روی. آقا یه گالون آب من گذاشتم توی چیز، اون پشت چی اسمش، یه جایی هست توش چیز میذاری صندوق عقب، و اینکه هی ترمز و اینا که میکنم تق میخوره به جلوی صندوق عقب و صدا میده، یکی دو بار شده که من احساس کردم که تصادفی چیزی کردم، یکی از پشت بهم زده این صدای میاد، ولی آره. بعد دیگه اینجا بودم که بعد از کلاس هم برم یه پارک پیاده روی کنم و هشتگ هلسی لایف استایل، و اصلا من دیگه
کسی نمیتونه جلوم بگیره. الان من دیگه خیلی سبک زندگی سالمی دارم. بعد دیگه دیدم نمیشه، چون لباسا رو هی داشتم امتحان میکردم چی میتونم بپوشم که بعدش هم در حدی باشه که تو ماشین بتونم عوض کنم یه چیزی و برم واسه پیاده روی، دیدم که هیچی نمیشه. یعنی واقعا هیچی نمیشه. شدم که قطعا اول از همه من راه نمیدن تو دانشگاه و خودم هم معذبم، خودم قطعا خیلی زیاد معذبم. ولی آره دیگه احتمالا اگر حوصله داشتم برم گرم خونه لباس عوض میکنم میرم دوباره خونم و دوباره قدم میزنم تا وقتی که جوگیرم بعد از این حس جوگیریم استفاده کنم و ورزش کنم، چون هر دفعه آدم جوگیر میشه بعد هر وقتی که جوگیر شدی بعد استفاده کنی دیگه. بعد اینکه دیروز پیروزم بود که رفتم پاسپورت گرفتم و اینا که شمارم بردم با خودم، اول از همه عکسام بعد بهتون نشون بدم، شاید تونستم عکسشو میگیرم بذارم اینجا. خیلی متفاوت شد، خودم خوشگل تر از عکسم هم واقعا. عکس قبلی پاسپورت هم اوکی بود به نظرم، عکس شناسنامه هم اوکیه، ولی این اصلا نمیدونم یه جور بدی کرده بود. ولی امیدم به اینه که چون پرینت سیاه‌سفیدشو داده به هم رنگیش که میاد، چون تو خود پاسپورت رنگیشو میزنن دیگه، بهتر باشه. چون اصلا این واقعا شبیه منم خدایی نیست مثلا من ببینم. و خب اصولا که من مقنعه اونجوری ندارم فقط صورتم گردی صورتم معلوم باشه، واسه همین خیلی جا ممکنه آدم به مشکل بخوره. یه جوریه کلا که انقدر با خودت متفاوت عکسا. ولی حالا چیزی که میخواستم بگم، آقا من اول از همه بذارید برگردیم به چندین هفته پیش، اینو کلا بگم. من برای اینکه هزینه هام رو مدیریت بکنم چیز کردم، گفتم که خب من چند تا باید حساب بانکی داشته باشم و خب یه کارتیم باید باشه، یه حسابی مد باشه که مثلا پول بیاد توش. طبیعت مثلا خاموش کنم ماشینا قرار سکون بخوریم. یه دونه کارتیم باید باشه که مثلا چونم حقوقم و درآمدم و اینا میاد توش، و واسه مخارج روزانم یه کارت دیگه باید داشته باشم که آروم آروم بریزم به اون کارته که کنترل شده تر باشه. مثلا اگه من الان دارم میرم بیرون یه برآورد بکنم بگم اوکی من فهم کنم مثلا 300 هزار تومان قرار هزینه‌ام بشه، پس 300 هزار تومان رو جابجا کنم رو کارت که قراره همراه خودم ببرم، که اینجوری مثلا بیشتر حواسم هست دارم پول خرج میکنم دیگه. گفتم مثلا اینجوری حواسم باشه. بعد هیچی، ما دو سه هفته پیش سهر اومد گفتش که مثلا بریم بیرون و اینا. گفتم باشه، کارتمو برداشتم اومدم پایین و وقتی وایساده بودم تا برسه توی حیاط خونمون چیز کردم، جا به جا کردم 300 هزار تومن جا به جا کردم. گفتم حالا بیشترم شد دیگه تهش چی، مثلا از اون موبایلم جا به جا میکنم، این کار سختی نیست. اگرم مثلا هزینم بیشترش زیاشه که فکر میکردم مشکلی به وجود نمیاد، یعنی مثلا جا به جا میکنم تهش دیگه. هیچی، ما نشستیم و گفتیم کجا بریم، کلی فکر کردیم که کجا مثلا مناسبه و اینا. دیگه دیدیم که مثلا چمن خیلی مناسبه، دوتایی حواسش رو کردیم. چمن یه فست فودیه کثیف کثیف که میگم مثلا چرا رفت، چیز داره میره دیگه، درست نیستیم، غیر قانونیه. من فقط برم جای خالیشو پر کنم. هیچی، ما گفتیم که چمن چه ایده خوبی، خیلی خوشمزه است، ولی مثلا اینطور نیست که احساس کنی یه غذای خیلی با کیفیت داری میخوری. خب مثلا همچین حالتی اصلا و ابدا نداره که غذای با کیفیت و اینا، نه و مثلا ارزون هم هست نسبتا. و چیزیش که خیلی معروفه یه دونه چیز داره که کالباس تنوری، همچین چیزی هستش، این معروف ترین ساندویچیه که داره. هیچ آقا، ما رفتیم اونجا، رسیدیم هرچی گشتیم دیدیم جای پارک پیدا نمی کنیم. یه قرار شد که سر بشنه پشت ماشین دوبله وایسه، من برم سریع بخرم بیام. به این شکلی که همون لحظه که حساب میکنی مثلا به آماده دارم میدن دست، ولی اصولا مثلا شبا که میشه و اینا صف داره، مشتریاش خیلی زیاد هم کنن، جای معروفی احتمال که بشناسید زیاده. حالا اگر هم نشستید چیز خاصی از دست ندادید. اه خاموش شد. هیچی آقا، کاملا منطقی بود خاموش شده، چون از روی یه چیزی هم دارن از روی جوبم، جوب از این جوب کوچیکام داشتم میگذشتم، فکر نکنید خیلی اسکلن. بعد من الان چیکار کنم؟ بیا هیچی، خلاصه من از ماشین پیاده شدم و رفتم تو صف وایسادم. صفم صف طولانی بود ولی خیلی سریع پیش میرفت، سریع سفارش ها رو میگرفتن، همون موقع هم تحویل میدادن، مثلا جلو میرفت سریع.
من تو صف وایسادم و قرار شدش که ما فقط یه دونه ساندویچ کالباس تندوری بگیریم با دو تا نوشابه. من ساندویچ مثلا نصف می‌کردم چون بیشتر از نصفش بخوری خیلی داره حالت بد بشه. نه ازم شکایت کنم. نه شوخی می‌کنم. حالا مثلا نه اینجوری ولی بیشتر از نصف ساندویچ نمی‌چسبه دیگه. می‌دونی مثلا بیشتر مثلا بدنت نمی‌کشه که بخوای دوست نداری بیشتر. در همون حد نصف ساندویچ مثلا جالبه و خوشت میاد. هیچی دیگه. من وایسادم. تو چرا اومدی الان اینجا؟ گاف. حالا من آنکامفتبلم چسبونه به من. هیچی. خوب نگام نمی کنه. هیچی دیگه. آقا من وایسادم توی صف. نوبتم شد. رستم به صندوق. برای سفارش دادن. پشت صندوق کی بود؟ پشت صندوق یه آقای مثلا 55-60 ساله که فکر میکنم صاحب اونجا بود و چین شد. خب چی میخوای؟ مثلا گفتم یه دونه ساندویچ مثلا چه میدونم کالباس تندوری ژامبون تندوری نمیدونم چی با مثلا دو تا نوشابه اینجوری. گفت اوکی مثلا 81,000 تومان میشه. بعدم چیز کرد وقتی که گفتم فاکتور رو داد دستم، فاکتور چیزایی که سفارش دادم. بعد کارتخانه گذاشت جلو. بعد از اینکه اون فاکتور رو داد دستم گفتش که خب کارت بکش. یعنی چیزی نگفتی. خب من بعد کارت میکشیدم. کارت کشیدم 82,000 تومان اینا رو زد موجودی کافی نیست. خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. واقعا من این صحنه رو یعنی اصلا این موقعیت واسه دشمنم هم آرزو نمی‌کنم. شانس آوردم آشنا نبود اونجا. یعنی دقیقا کسی نبود که من بشناسم. بعد فکر پشت سر من این میخواد بره بزنیم بره. و پشت سر من یه صف طولانی از آدم بود و این اینجوری بود که یه کارت دیگه بکش. خیلی هم بد داشت حرف بزن. اینجور یه کارت دیگه بکش. به من اینجوری که من کارتی همراه مثل الان باید چیز کنم اینترنتی باید جا به جا کنم روش. و این شدی بودم که بابا من 300 تومن ریخته بودم تو این 80,000 تومن چرا داره میزنه موجودی نداره. هانی برو دیگه. اوه این خواهد دور بزنه. موفق باشید با رضای خوب واسه شما. هیچ این گفت یه کارت دیگه بکش. گفتم صبر کن من کارتو جا به جا اینو گفتم و آقای که پشت داخل بود فاکتور رو از من گرفت با یه حالت خیلی زشتی و صف طولانی پشت سر من و نمیتونست چیز کنه سفارش کسی بگیره تا کار من تمام نشده. و من هی برمیگشتم پشت سرم آقا بجردم که ببخشید الان جا به جا میکنم. بعد پشت سرم خیلی خدایی مثلا بند خودش رو که اوکی راحت باش اصلا به روی خودشون نمیم چون همه مشتری هم متوجه شدن چی شده دیگه ولی کسی به روی خودش نیورد که من واقعا ازشون ممنونم. ولی نمیدونی صندوق دار چه چیز بازی در آورد. خیلی زشت بود رفتاره و هیچ جواب. من 30 ثانیه جا به جا کردم ولی طولانی ترین و بدترین 30 ثانیه زندگی بود. واقعا بد بود. خیلی حس بدی بود. یعنی افتضاح بود. هیچ آقا من جا به جا کردم و کارتو کشیدم. کارتو که کشیدم لطف کردن اون فاکتوره رو دوباره دادن به هم که بتونم برم ساندویچم بگیرم. و ببین جایی که تو ساندویچو تحویل میگیری چسبیده به صندوقه و تو تا زمانی که حساب نکرده باشی اونا دارن اینو کاملا واسن دارن نگات میکنن. یعنی 1% احتمال نداره که کسی که سفارشو تحویل میده اشتباهی تو وقتی حساب نکردی بهت بده. اصلا کل مغازم اینقدره شاید 12 متره نمیدونم. یعنی اصلا چیزی نیست که تو بخوای بپیچونی بری از اون ور از اون بخشی که در جریان نیست مثلا چیز کنی. خیلی بهم برخورد خدایی چون اصلا هیچ لزومی نداشت که فاکتور رو از من بگیر. اصلا خیلی داغون بود. یعنی دارم فکر میکنم که احتمالا من دیگه نرم. خیلی اصلا 1% هم احتمال وجود نداشت که من بتونم مثلا صندوق رو بپیچونم برم مثلا ساندویچ 80,000 تومانی رو بگیرم برم. بشه بگم که با مرد حسابی مثلا تو چه میدونم دخلت بابا زهرمون رو بذار یکم بره میرم دیگه. بگم که با مرد حسابی تو دخلت مثلا 100 میلیون در روز هست و این چیزا چیه واقعا نمیدونم دیگه. خلاصه که اینجوری. بعد من اومدم توی ماشین و گفتم که بذار به سحر چیز نکنم نگم که مثلا ناراحت نشه که من تو موقعیت بدی بودم. Turn left. چشم گوگل مپ میگه turn left. که حالا مثلا سحرم ناراحت نشه که من تو موقعیت بدی بودم. اونم لزومی نداره آدم بگه. رفتم تو ماشین نشستم سر اینجوری که دستمال آوردی. با من اینجا
سس آوردی. من هیچ دودم که ببین نه. بعد دیگه دیدم خیلی زایه است، چون هیچ کار درست انجام نداده بودم دیگه، کارهایی که مثلا اصلا چیزایی که برمی آوردم و نیاورده بودم. بعد دیگه برگشتم به سر گفتم مثلا اینجوری شده، من کارتم زد موجودی کافی نیست و اینا. خیلی هول شدم تا حساب کنم، حساب کردم سری اومدم بیرون دیگه، وای نستادم، مغزم درست کار نمیکرد. هیچ حالا اون گذشت همش الان که خدای هیچ وقت دیگه من نمیخوام همچین چیزی رو تجربه کنم، چیز واقعا بیخودیه. بعد دو سه روز پیش خواستم برم پاسپورت بگیرم، چیز کردم دوباره که داشتم از در خونه میرفتم بیرون، توی کارتی که همراه هم بود 250,000 تومان جابجا کردم، چون که من میرفتم، یعنی کاری که داشتم بود که پاسپورت بگیرم و مثلا احتمالاً خوراکی بگیرم، چون طولانی میدونستم تا یه حدی قراره بشه و صبح هم بود و فکر کنم کافئین هم نرسیده بوده به مغزم، نمیدونم. 250 تومان برنامه بشه که کاملا کافیه، چون اینجوری بودم که قطعا بیشتر از 150 تومن نمیشه پاسپورت. یعنی فکر کنم سرچم کرده بودم زده بود 100,000 تومن، یه همچین چیزی تو ذهنمه. اینجوری بودم که خب 250 تومن اوکی دیگه. آقا ما رفتیم، اول از همه که میخواستیم فرم رو بگیریم پر کنیم، 4 بار کارت کشید، مثلا یکیش چه میدونم، باید نزدیک بود بزنم به این، مثلا چه میدونم 4500، 3200، مثلا اینجوری خورد خورد کارت میکشید که مثلا چه میدونم خدایا چیه، مثلا دونه دونه داره چیز میکنه. ولی حالا مهم نبود دیگه. آقا ما اومدیم نشستیم و مثلا من رفتم قهوه گرفتم با همون کارتم و قهوه مثلا 40 تومن شده بود خدایی. بعد مثلا 2-3 ساعت منتظر بودم و کلن یه دونه باجه بود که کارای پاسپورت رو میکرد و خیلی آدم زیاد منتظر بود. هیچ آقا من رفتم اونجا وایستدم، فرمم رو بهش تحویل دادم. چرا من اینجور نگاه میکنم؟ بیا برو دیگه، آدم رو انکامفتبل میکنن. آره خلاصه فرمو من تحویل دادم و یه سر چیزا رو وارد کردن، سوال از من پرسید و شروع کرد دوباره به کارت کشیدن، چه میدونم مثلا 30 تومن، 47,000 تومن و همینجوریش کارت میکشید و همینجوری هی میگفت فقط رمزتو بزن، منم میپرسیدم شام رمزمو وارد میکردم. بعد یه بار که کشید سرش رو بالا گفت خانم موجودی کافی نیست. من شدم که بعد آها اینا نرمزید که اون تو آنتن نمیداد موبایل من و من این قابلیت رو نداشتم که همون لحظه پول جابجا کنم و بانک من نمیدونم چه مسخره بازی داره در میاره، ولی خیلی وقتا جدیدن رمز دوم واسم نمیاد، خیلی اذیت میکنه سر رمز دوم. ببین من فاجعه شدم که چقدره که الان مثلا این داره میزنه نامون دوری که 18,000 تومن، یعنی حساب من خالی 18,000 تومن هم تو کارت نبود. و من فاجعه شدم که آها. بعد خیلی بد بود. ببین اصلا انگار یه سر لو یخ ریختن و کلا تو کارهای اداری بخوای بری بکنی همه خیلی اخلاقشون بده، یعنی رفته باشه هر کسی میدونه هیچ کس اعصاب نداره، نه آدمایی که اومدن اونجا دنبال کارشون اعصاب دارن چون کلی دویدن و کلی چه میدونم مرخصی گرفتن از سر کارشون اومدن هزار تا چیز، هم کارکنا اعصاب ندارن که اونام تا یادی به نظرم حق دارن واقعا، ارباب رجوع واسه شون خیلی زیاده نسبت به خودشون و حقوقشون کمه، تو محیطی هستن که کلا متشنجه، همش دعوا میشه، یعنی مثلا محیط آقا اصلا ذاتش همینه دیگه، اون محیط داغونه. من گفتم که الان این میتوپه به من مثلا یه چیزی به این میگه که مثلا من بخوام برم 3 روز تو اتاقم گریه کنم. بعد میشه بودم که الان جا به کنم. بعد هیچ بودم که خدای مثلا این چی کار کرد، چون مثلا من 250 تومن که ریخته بودم مثلا 30,000 تومن آقا نیا دیگه. In 200 meters, turn right. آقا من 250 تومن اون روز صبح ریختم، مثلا 30,000 تومن از قبل بود دیگه، خیلی واسه من عجیب بود که مثلا چیزه. بعد خانوم انقدر خوب برخورد گفت هیچ اشکالی نداره. آخه اونم که مثلا پاسپورت هم که مثلا مرحله نهاییش تموم نمیشد تا اون زمان، فرار که نمیتونستم بکنم با مثلا این چیزا، ولی خب با هم خیلی خوب رفت، یعنی واقعا خدا خیرش بود، چون که اصلا اشکالی نداره. گفتم که من باید جا به جا کنم چه برم دم در که آنتن بده، و هیچ حالی بودم که اگر رمز دوم واسم باید بشت چجور کنم، مثلا زنگ زدن به مامانم، به بابام، به خالم، به داییم، ببینم کی جوابمو میده، چون مثلا سر ظهر بود مثلا زمانی که اصولا جلسن همه،
ببینم که جوابمو میده، بگم که 18000 تومن برسه به این کارت من. بعد گفت نه نمیخواد الان بری، بیا فعلا عکس بگیر. بعد به من رفتم تو اتاق که عکس گرفتم. بعدش اون آدم بعدیه که تو صف بود اومد، من رفتم دم در پول جابجا کردم رو کارتی که همراه هم بود، رمز دوم هم اومد با کمال تعجب. اینجا چی خبره؟ آره خلاصه رمز دوم هم اومد، مثلا من 2 دقیقه اومدم تو و اون 18000 تومن رو کشیدم و کارم تموم شد. و اصلا میدونی اینجا توقع نداشتم که با هم خوب رفتار کنن وقتی زد موجودیت کافی نیست. برای فهم یه دونه از چیزایی که کارت کشته بود 200000 تومن بود، من فکر نمی‌کردم انقدر گرون باشه. بکنم اصلش مثلا 200000 تومن، اون هزینه جانبیش بود دیگه، چه نه واسه کاغذ خودکاراشون هم از ما پول میگیرن احتمالاً. ولی آره بعد داشتم فن چیز میکردم، مقایسه میکردم، شکل بودم که چقدر زشت. باز بیشتر به نظرم اومد که چقدر زشت بود اون اتفاقی که تو فسودی افتاد، نه واسه من، واسه اونا، واسه من پیش میاد، واسه همه پیش میاد اتفاقی که همه مثلا تجربهش میکنم، ولی تلاش باید بکنیم که پیش نیاد، چون که صف و کنتر میکنیم و باعث میشیم مثلا کار بقیه هم دیرتر را بیفته، اینش بده و خب ما باید تلاش کنیم اتفاق نیفته. ولی حالا اگه دیدیم هم یکی همچین اتفاق واسش افتاده، لزومی نداره باش بد رفتاری کنیم. واسه اینجا یه چیز دولتی حساب میشد دیگه، اینم یه کارمند بود، باز خیلی متفاوته. ببین اصلا من پشمام ریخته، هنوز طرف یادم میفته شکلن که چه برخوردی بود با من شد تو اونجا. ببینم شانسی که آوردم مشتری اوکی بودن، چون من از آدم هایی که تو صف بودن خجالت میکشیدم، چون داشتم طولانی میکردم صفو و کند میکردم. وگرنه که اون که چیکارش کنم، یه دقیقه هم نشد تا من جابجا کنم واسش کارت بکشم. مثلا اینکار 80000 تومن خجالت هم واقعا خوب چیزیه ها. آقا نه یه دیگه از نمداری میکرد دهن من، اصلا هم خوب شد. No.